در مصاحبه با خبرنگار نیوزویک، هشدار پزشکان در ایران به تهدید فروپاشی سیستم درمانی. مجله نیوزویک در مقاله مفصلی به تشریح سیاست‌های رژیم، تحریم امریکا و اوضاع جامعه ایران پرداخته و در بخشی از مقاله خود مصاحبه خبرنگارش دیوید برنان با سه دکتر به نام‌های مستعار ب، جیم و گ را درج کرده است. دکتر ب از تهران: کادر پزشکی در ایران بسیار خسته، تجهیزات پزشکی فرسوده و کمبود تجهیزات تخصصی ممکن است به فروپاشی سیستم درمانی در ایران منجر شود. دکتر ج از شمال ایران: بیمارستان‌ها به اندازه کافی تخت، مواد دارو و تجهیزات محافظتی ندارند. در ادامه خبرنگار نظر پزشکان درباره سیاست حاکمیت در قبال کرونا را می‌پرسد. دکتر ب: در برابر ویروس کرونا دولت به دنبال منافع خود و برخلاف منافع مردم به دنبال منافع و بقای خود است. نیوزویک درباره آمار تلفات کرونا می‌نویسد: دکتر گ از تهران ادعا می‌کند که عدد واقعی مرگ و میر روزانه در سطح کشور 5 برابر بیشتر از عددی است که به طور رسمی اعلام می‌شود، عددی که یک دروغ محض است. دکتر گ می‌افزاید: دولت همیشه مسئولیت را از دوش خودش برداشته و دشمنان خارجی را مقصر می‌داند، اما مقصر بیکفایتی، اختلاس ها و دزدی هاست. نیوزویک گفتگوی خود با پزشکان ایرانی را با این گفته دکتر که به پایان میبرد: این اختلال در عملکرد باعث عصبانیت، ناامیدی و افسردگی در جامعه ایران شده است. جامعه ایران در یک وضعیت انفجاری قرار دارد.